دوستان سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه دیگر از کیهان لندن. امیدوارم تعطیلات نوروزی تا کنون به شما عزیزان خوش گذشته باشد. امروز در دفتر کیهان لندن با یک شاعر طنزپرداز و منتقد ایرانی هستیم، آقای علی حسینی، که خودشون بیشتر در مورد سابقه شون صحبت خواهند کرد و بعد هم گوش میکنیم به برخی از اشعار طنز این دوست عزیز. درود بر شما آقای علی حسینی. درود بر شما و تمام شنوندگان عزیز. من از این موقعیت استفاده میکنم و سال نو رو به همه هموطنان عزیز تبریک میگم. سال نو بر شما هم مبارک باد. متشکرم. آقای حسینی، برای کسانی که ممکنه شما رو خوب نشناسند، خواهش میکنم یک شمه کوتاه از سابقه خودتون بفرمایید. متولد کجا هستید؟ تحصیلاتتون رو کجا انجام دادید؟ کی به انگلستان تشریف آوردید؟ چشم. من در سال 1336 مطابق با 1957 در یزد متولد شدم. دوران دبستان، دوران طفولیت و دبستان رو در یزد گذروندم. از اونجا بعداً به تهران رفتم، دوران دبیرستان رو در تهران گذروندم و از اونجا وارد لندن شدم برای ادامه تحصیل در رشته تکنولوژی کامپیوتر، هاردویر و سافتویر یا سخت ابزار و نرم ابزار. فوق لیسانس گرفتم. 6 سال بعدش، در واقع بله 6-7 سال بعدش، در همون رشته فوق لیسانس گرفتم. در فاصله 8 سال 82 میلادی که میشه 61 برابر با سال 61 تا زمانی که فوق لیسانس گرفتم که میشه در واقع 68، بله، من در کارخانجات سنتی کار میکردم در همین رشته. بعد موقعی که فوق لیسانس گرفتم شروع کردم به تدریس در دانشگاه وستمینستر و از اون به بعد در این طول، در واقع 30 سال گذشته، تقریبا در رشته کامپیوتر ساینس یا علوم کامپیوتری من مشغول تدریس بودم. خب این سرودن اشعار طنز و انتقادی از وضعیت کنونی ایران رو از کی شروع کردید؟ من همیشه علاقه زیادی به مسائل سیاسی داشتم. در از قبل از انقلاب، سابقه سیاسی من برمیگرده به قبل از انقلاب، درست مثل همه جوانهای اون موقع تحت تاثیر جو حاکم بودم. اون موقع در اون موقع افکار شریعتی و مجاهدین و گروه‌های چپ خیلی عمومیت داشت. من جلب این، تو اون موقعیت جلب اون گروه ها شدم. بعد تا اونجا که مربوط به مسائل طنز میشه، من طنز رو با نشریه آهنگر شروع کردم، زنده یاد محجوبی، در امر طنز به من و شعر به من خیلی کمک کرد و اون چیزی که من امروز دارم شاید به نوعی میشه گفت که به خاطر ایشون هست، به خاطر کمک هایی بود که ایشون به من کردن. خب فکر میکنم فتح باب برنامه امروز بعد از شنیدن بیوگرافی شما بعد نباشه در مورد اشعار نوروزیتون رو، یکی دوتا اگه از اشعار نوروزیتون رو ما رو مهمون کنید. یه شعر طنزی راجع به حاجی فیروز گفتم. حاجی فیروز دو نسخه از این وجود داره. چطور دو نسخه؟ یه نسخه مردمی و یک نسخه در واقع که از به زبان خامنه ای و روحانی احمدی نژاد اینا هستش. و اون نسخه مردمیش اینطور شروع میشه: حاجی فیروز، بله سالی یه روز، بله همه میدونن، منم میدونم، عید نوروز، ارباب خودم سلام علیکم، ارباب خودم سرتو بالا کن، ارباب خودم منو نگاه کن، ارباب خودم لطفی به ما کن، ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چرا نمیخندی، بشکن بشکن بشکن، من نمیشکنم، بشکن اینجا و بشکنم یار گله داره، اونجا و بشکنم یار گله داره، واسه تهرونی ها و بشکن، بله میشکنم،
برای اسفونیا و بشکم، بله میشکنم. برای شیرازیا و بشکم، بله میشکنم. برای مشهدیا و بشکم، بله میشکنم. برای ملیتا و بشکم، بله میشکنم. برای ترکای ما و بشکم، بله میشکنم. بشکن. برای ترکمنا و بشکم، بله میشکنم. بشکن. برای عربا و بشکم، بله میشکنم. بشکن. واسه کردای ما و بشکن، بله میشکنم. بشکن. برای بلوچا و بشکن، بله میشکنم. بشکن. برای همه لورا و بشکن، بله میشکنم. بشکن. بشکن بشکن بشکن. برای خانوما و بشکن، بله میشکنم. بشکن. برای جوونا و بشکن، بله میشکنم. بشکن. برای آقایون بشکن، بله میشکنم. بشکن. برای تمام ایرون بشکن، بله میشکنم. بشکن. این نسخه مردم میشه. خب حالا نسخه آخوندیش هم گوشت. نسخه آخوندیش اینطور شروع میشه که این در واقع سر تعظیم فرود میاره به عموسام یا رهبران روس و چین و اینها و اینطور شروع میشه. کی سر تعظیم این خامنه ای و و اون جناح. خب حاجی فیروز، بله. سالی یه روز، بله. همه میدونن، منم میدونم. عید نوروز. ارباب خودم سلام علیکم. ارباب خودم سرت بالا کن رو بر باب. ارباب خودم منو نگاه کن. ارباب خودم لطفی به ما کن. ارباب خودم بزبز قندی. ارباب خودم چرا نمیخندی. بشکن بشکن، بله. من نمیشکنم. بشکن. اینجا و بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره. ارباب خودم نفت خوزستون، در برد مال لرد انگلستون. برای انگلیس ها و بشکن، من نمیشکنم. بشکن. برای خور توی خراسان هر چی زمینه، در بست مال اربابای چینه. برای چینیا و بشکن، من نمیشکنم. بشکن. بین خزر و جاده شوسه، در بست مال اربابای روسه. بشکن بشکن بشکن. برای روس ها بشکن، من نمیشکنم. بشکن. ادامه داره. آقای حسین، خیلی ها معتقدن که این حکومت فعلی در ایران یه جورایی تحت نفوذ قدرت‌های خارجیه. شما هم تو اشعارتون به اون اشاره کردین. آیا واقعا به عنوان یک فردی که تحصیل کرده هستین، آمدین سالها در غرب بودین، واقعا فکر میکنید که این حکومت به نوعی دست پرورده قدرت‌های خارجیه؟ ببینید، به نظر من مهمترین مسئله که باید به اون توجه داشت این که از اونجا که رژیم حاکم بر ایران، به ویژه اون جناب محافظه‌کارش که قدرت اصلی رو در دست داره، چون که اتکای به مردم نداره، هیچ چاره ای نداره جز این که به قدرت‌های جهانی به یه نوع تکیه بکنه. و به ویژه این که روسیه و چین به نظر من نقش بسیار مهمی در کنترل و در واقع یه جوری به نظر من آره این رژیم اعمال نفوذ میکنه تا حد خیلی زیادی. اینکه بگیم که واقعا تمام دستوراتش خامنه ای مثلا از روسیه میگیره، به نظر من این درست نیست. ولیکن وحشتناک تحت نفوذ روسیه و چین و این کشورها. اوایل انقلاب اگه یادتون باشه مرگ بر شوروی هم میگفتن، ولی بعد از اضمحلال شوروی دیگه در شعاراشون مثلا مرگ بر روسیه رو شما نمیشنوین یا مرگ بر چین رو نمیگن در تظاهرات دولتی که برگزار میشه. ولی مثلا فرض کنید مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس و اسرائیل، اینها جزو شعارهای رایج در ایران. شما درست میفرمایید. ببینید، یکی از تضادهایی که در درون خود این رژیم هست اینه که علارغم که یک دولت مذهبیه، اتکاش به یک دولتی است، به یک سیستمی است که اصلا از پشتوانه در واقع مارکسیستی و کمونیستی و کمونیستی برخوردار است. یعنی خیلی عجیبه، ولی با این وجود چاره ای نداره. ببینید، همونطور که عرض کردم خدمتتون، چون که اینها به مردم اتکا ندارن، ضد مردمی هستن، به یک جریان بقایت ارتجاعی و ضد مردمی تبدیل شدن، چاره ای ندارن که جز اینکه به یک نیروی خارجی، به ویژه به خاطر اینکه با غرب در افتادن، مجبورن در با کشورهای متکی باشن که در واقع مخالف غرب هستن، که میشه هم روس و چین. اخیراً انتخابات در ایران برگزار شد. حتما شما هم اشعاری در مورد انتخابات سرودید. اگر چیز تازه‌ای دارید خوشحال میشیم بشنویم. بله، درباره انتخابات همین چند روز پیش من یه شعری گفتم که هنوز منتشر نشده و این شعر اینه:
در ایران انتخاباتی به پا شد. نمیدانی که در آنجا چه ها شد. یکی از انتخابات نمونه در این دوران و این عهد زمونه. از آن انواع محصولات دینی ز نوعی که در هیچ جا نبینی. رئیس کل شورای نگهبان ز ماموتان عهد قبل از انسان به کار آورد یک معیار و میزان به کرچک هرچه کندید توی ایران. هر آن کس کو نرفت از توی غربال برفت یک ضرب توی سطل آشغال. ولی کاندید خود از هر جناح بود و با آن رهبر و دین و سپاه بود، وگر او قاتل و دزد تبهکار چروباه و پلنگ و گرو کفتار، از آن فیلتر گذشت کاندید گردید، مقامش حفظ بی تردید گردید. چنین است انتخابات آخوندی و یا که سیستم خرمردرندی. به قول رهبر آفرین آفرین. آقای حسینی، جالب اینه که ولی فقیه میاد میگه که حتی اونهایی که مخالف نظام هستن بیان رأی بدن، ولی اجازه نمیدن همینایی که مخالف نظامن انتخاب بشن، وارد مجلس بشن. این یک واقعا نظام بسیار تبعیض‌گری است. خب نظام یک جمهوری مذهبی است، جمهوری اسلامی است. طبیعتاً خب معلومه کسانی که در واقع یکی از هر یک از این جناهای رژیم رو حمایت میکنن، خب طبیعتاً میرن رأی میدن. چنان که مثلا کسانی هستن که خودتون دیدی در تلویزیون‌های مختلف ظاهر میشن و دفاع میکنن از اینکه مردم برن رأی بدن و در انتخابات شرکت بکنن. ولی واقعا در ایران انتخاباتی وجود نداره. موقعی که یک فرد، همونطور که من در این شعر آوردم، یه فردی که یعنی به غایت ارتجایی، یعنی شخصی مثل جنتی، میاد یه در فیلتر میکنه، یعنی عرض بزرگ شما، ولی خودش هم فیلتر شد. درسته، ولی خب مجبورن در هم یه سیستمی رو به هر حال دارن اینا. البته بعدا مثل که به عنوان نماینده، میکنم نماینده 16ام تهران وارد مجلس خبرگان دوباره ابقا شد در مجلس خبرگان، به زور مثل اینکه یه جوری واردش کرد. آره. خب درسته. ببینید این مسئله که ببینید یه فردی به غایت ارتجایی، به غایت عقب افتاده، میاد تصمیم میگیره که چه کسانی کاندید بشن و چه کسانی کاندید نشن، اسم این رو چه جوری انتخابات، چه گونه انتخابات میشه گذاشت. این مثلث جیم و شنیدین اسمشو، جنتی و یزدی و مصباح یزدی. بله، که دو تا از این رأس مثلث نتونستن وارد مجلس بشن، یزدی، محمد یزدی. بله. و آقای مصباح یزدی. یزدی. در مورد اینها شعر چیزی داری؟ بله، یه مصباح در جایی گفته بود، البته در انتخابات گذشته این حرف زده بود، انتخابات ریاست جمهوری، گفته بود مراقب باشیم کسانی که اولویتشان ایرانی بودن است روی کار نیایند. من در این باره البته چیز، به خاطر اینکه دوباره همون شیوه رفتارش با در رابطه با انتخابات همون مثل گذشته است و تغییری در ماهیت فکری در این فرد ایجاد نشده، طبیعتاً در این رابطه یه شعری دارم و اون این که چنین گفت مصباح یزدی شر، یکی از فقیهان ضد بشر، که ایران نباشد ز ایرانیان، بود زان فاشیست های جهان، و گوید به ما شیخک بی حیا که من ضد آیین صلح و صفا، تجاوز حلال است در دین ما، بود جزء ارکان آیین ما، بگیرد هر آن کس مخالف نفس، بپندارد او ما چو خاشاک و خس، چنین است رسم پلیدان دین، خصومت به مردم و ایران زمین. بسیار عالی. شهر یزد که شما اهل یزد هستید. یزدی ها خیلی به سیاست علاقمندن، دوست دارن مسائل سیاسی رو باز کنن، یا اینکه از این شهرهایی هستن که زیاد براشون مهم نیست که در عالم سیاست چی میگذره؟ یه شهر باستانی است، یه شهری از مثل شیراز، مثل شهرهای دیگه. البته به نظر من یزد به خاطر خوشسالی که توی یزد اکثر وجود داره و اینکه مردم نمیتونن از طریق عرض حضور شما کشاورزی زندگی خودشون تأمین کنن، همیشه مجبور بودن به شهرهای بزرگتر برن، به شهرهای دیگه برن، به کشورهای مختلف سفر بکنن. و اینکه به نظر من یه فرهنگ نسبتا خوبی در یزد و حتی در روستاهای یزد غالب است. من به خاطر دارم که مثلا بسیار از رهبران سیاسی گروه های مختلف سیاسی از روستاهای یزد هستند.
مثلا همین آقای حجت الاسلام محمد خاتمی حالا من نمیدونم که آیا این بله اردکانی، ولی من میشناسم کسان دیگری که واقعا در خود روستای ما دو یا سه نفر در کادر رهبری مثلا سازمان چریکا راه پیدا کردن و زندگیشون اکثر دوران زندگیشون رو در دوران به خصوص دوران دبستان دبیرستان رو در روستا و در محلات در واقع در توابعی است زندگی کردن، ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون بخاطر اینکه بخاطر اون خوشحالی همیشه مجبور بودن مهاجرت بکنن بکش به شهرهای مختلف کشورهای مختلف اینها و همین باعث شده که یک نوع نسبتا در بسیاری از مناطقی از یه فرهنگی نسبتا بهتر از جاهای دیگه وجود داره به نظر. دلتون تنگ شده برای یست؟ بله کاملا. در گذشته در اون اوایل هنوز انقلاب نشده بود تفکرات سیاسی شما چگونه بود؟ من دوران قبل از انقلاب من تحت تاثیر جو حاکم بودم به دنبال روی از شریعتی و مجاهدین اینها و بعد به خاطر اینکه به مذهبی علاقه شدم بیشتر جلب سازمان‌های چپ شدم و من همیشه آدم سوسیالیستی بودم ولیکن و هستم هنوزم هستم و من به اعتقاد دارم کسانی که برای برابری و مساوات مبارزه میکنن انسان‌های شریفی هستن و کسانی که واقعا عمیقا به این مسئله اعتقاد دارن و ولیکن خب متاسفانه به نظر من گروه‌های سیاسی ایران بلا استثناء علارغم که همه ضد دیکتاتوری و ضد شاه مبارزه میکردن در سازمان‌ها و تشکلات خودشون یه نوع یک سیستم شاهنشاهی داشتن اینا، یعنی شما به سازمان فدایی مراجعه بکنید فرخ نگهدار در رأس اون قرار داشت و حکومت میکرد اونجا، مجاهدین رجوی در اونجا حکومت میکرد، در سازمان های مذهبی نمیدونم اون رهبر مذهبیشون حکومت میکرد، حتی در رابطه بسیاری از ملی های ایران هم ملی، سازمان های ملی و اونایی هم که خیلی ادعا دارن که دموکراتیک هستن و برای دموکراسی مبارزه میکنن هنوز که هنوزه سالی یک بار مثلا نه تنها سالی یک بار که پنج سالی یک بار ده سالی یک بار مثلا یک کنگره ندارن یک نشست ندارن، تصمیم گیری ها همیشه از بالاست و متاسفانه این چیزی که باید از این فرهنگ ایران از ایران گروه های سیاسی ایران زدوده بشه. بعضی ها میگوین که این انقلاب بدون کمک چپی ها از طرف مذهبیون به ثمر نمیرسید، شاه فقید اون اصطلاح معروف اتحاد نامقدس سرخ و سیاه رو همیشه مطرح میکرد، آیا شما موافق هستیم با این نظریه؟ ببینید انقلاب ایران رو اگه برگردیم به دوران جنگ سرد توی اون موقع طبیعتاً یعنی تمام کشورهایی که به خصوص کشورهای جهان سوم به یه نوع یا وابسته به این کمپ بودن یا وابسته به این کمپ اون یکی کمپ یا شوروی بله و طبیعتاً موقعی که آخوندها شروع کردن مبارزه علیه شاه با سیستم غرب در افتادن دیگه. بله. در افتادن با غرب حالا ضرورتاً این نیستش که به خاطر اینکه اینا مذهبی بودن چپی ها اومدن یا چپی هایی که دفاع میکردن از روسیه اومدن به حمایت از خمینی. بله. اونا صرفاً تمام تلاششون برای این بود که ایران رو بیارن بندازن توی کمپ در واقع اردوگاه به ظاهر سوسیالیستی، حالا اگه هر چیز دیگه هم بود ملی هم بود یا ظاهر ولید با آمریکا در می افتاد من فکر میکنم اینا همین برنامه رو براش می داشتن و طبیعی و موفق هم شدن، دیدیم که آخر سر در افتادن با روسیه من فکر میکنم که من فکر میکنم غرب یه سری اشتباهات خیلی نادرستی کرد در رابطه با ایران، اینا خمینی رو که یک فرد به غایت ارتجاعی به غایت عقب افتاده بود اومدن به مردم تحمیل کردن به نظر من. بله. یعنی بدین گونه که به نظر من اگر میخواستن خمینی رو خراب بکنن و یه نوع دموکراسی رو تقویت بکنن تو ایران به راحتی میتونستن این کار رو بکنن و این کار رو متاسفانه نکردن و فکر میکنم نظر برداشت من این بود که اینا فکر میکردن که خمینی میاد روی کار نمیتونه حکومت رو اداره بکنه و یک نوع آشوب به وجود میاد تو ایران، مردم
سری زده میشن و خمینی رو میارن پایین و این محاسبات به نظر من نادرست از آب در اومد. در مصر بعدها دیدیم که با آوردن اون رهبر اخوان المسلمین مرسی موفق شدن، ولی چرا؟ به خاطر اینکه ارتش نگه داشتن و به راحتی مرسی تونست در واقع اقتصاد مصر که خیلی به توریسم وابستگی داشت، مردم سریع از وضع آسی شدن و مرسی رو کنار زدن. واقعا مردم تا حدودی نقش داشتن در کنار زدن مرسی، ولی من فکر میکنم در رابطه خمینی همین برداشت داشتن، همین چیز برنامه رو داشتن، ولی کن روس وارد معرکه شد و سریع از طریق اموال خودش که در واقع توده ایا بودن اینا رو تونستن تقویت بکنن. من فقط یه نکته اشاره بکنم که من یادم میاد موقعی که ما دانشجو بودیم در رابطه با اعدام هایی که هر روز صورت میگرفت، ما کمپین گذاشته بودیم و مبارزه میکردیم علیه اون اعدام ها و اینها، و کسانی که به راحتی میتونستن این جنبش دانشجویی یا و حتی اتحادیه کارگری رو متقاعد بکنن که از ما حمایت نکنن، این توده ایا بودن. به راحتی میگفتن اینا نه، رژیم ضد امپریالیسته و به خاطر اینکه ضد امپریالیسته بنابراین باید مورد حمایت قرار بگیره، اینها آمریکایی هستن و فلان چنان، و به راحتی تونستن افکار عمومی اینجا رو علیه به نفع خمینی، یعنی در تا حدودی ولی خب بعدن دیدیم که خودشون هم مقهور رژیم اسلامی شدن و قل و غم شدن توده ها. خب یکی از درست میفرمایید که بسیار سرکوب شدن در اون، درست میفرمایید، بخاطر اینکه به هر حال نهایتا این که جمهوری اسلامی چاره ای نداشت جز این که به سمت روس و چین پناه ببره، و علی‌رغم اینکه نوکران روس و چین رو در هم مغلوب کرد، ولی آخرن نهایتا دوباره به اونور پیوست. الان میبینیم که کسانی که با روس و چین همکاری داشتن یا نزدیکی داشتن الان دوباره بهشون خیلی امکانات خیلی زیادی داده میشه. آقای حسین، من با بعضی از چهره‌های چپ که صحبت میکنم در لندن در مورد مسائل مربوط به گذشته ایران، میگویند که پشیمانند ولی پشیمانی سودی نداره، این مخالفتی که با حکومت قبلی میکرد. خود شما اگر با تونل زمان میتونستیم به گذشته، به سال 56 برگردیم، 1156، آیا واقعا اون ضدیت که داشتین با حکومت وقت همون حالت رو میداشتین، یا اینکه یه تعدیلی میکردین در مخالفتتون؟ ببینید، من فکر میکنم خیلی دشواره به این سوال پاسخ دادن، بخاطر اینکه برگشتن به اون زمان موقعیت ویژه خاص خودش داشت. اون موقع جنگ سرد بود، چیز اتحاد شوروی از هم نپاشیده شده بود، دو تا کمپ مخالف در مقابل هم دیگه قرار گرفته بودن و هر دو به صورت خیلی خشن عمل میکردن. بله. و اما تا اونجا که مربوط به واقعا اگه من الان افکار سیاسی که الان خب در 30 سال من در محیط های دانشگاهی دانشجویی فعالیت سیاسی داشتم و خب در این فاصله خیلی چیز یاد گرفتم، ولی و اگر من الان با این افکاری که الان دارم برمیگشتیم به اون دوران، من تنها چیزی که واقعا تأکید میکردم این بود که دموکراسی بود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی. من اگر اطلاعات و معلومات الان رو داشتم هیچ وقت جذب شریعتی نمیشدم، جذب مجاهدین نمیشدم، جذب گروه های چپ نمیشدم و روی اصل دموکراسی بسیار تأکید میکردم. بله. روی افکار عمومی جهان که جلب افکار عمومی جهان برای ایجاد دموکراسی و مهمتر از همه نهادهای دموکراتیک. ببینید خیلی ها میان از دموکراسی حرف میزنن، مثلا چنان که بختیار میومد از دموکراسی حرف میزد، ولی واقعا دموکراسی باید کسانی که راجع به دموکراسی صحبت میکنن باید تلاش بکنن که اون نهادهای دموکراتیک رو در جامعه ایجاد بکنن. این زمینه رو در گروه های سیاسی و یا محافلی اجتماعی عرض بزرگ شما در اتحادیه هایی که وجود داره، در اتحادیه های صنفی، اینها این رو جا بندازن که این رهبران همه کاره نباشن، کنترل در دست نداشته باشن و مردم نقش اساسی در اداره اونها داشته باشن. بله. و من اگر برگردیم به این دوران و در تمام اشعار من روی این مسئله بسیار بسیار تاکید دارم که
الان ما باید تلاشمون برای این باشه که بیشتر رهبران رو کنترل بکنیم تا کنترل رهبران ما رو کنترل بکنن. شعری دارین در این زمینه؟ در این زمینه بله، من شعر، یه شعر دارم. دیگر من شاه نمیخواهم، خمینی را درون ماه نمیخواهم. دیگر من خامنن رهبر و یا آن کوسه خودخواه نمیخواهم. من از آن سید خندان و روحانی دلم خون است، دیگر روباه نمیخواهم. دیگر مسعود مریم رهبران کالت آدم سوز وحشی مجاهد را مقام و جاه نمیخواهم. دیگر من رهبران چپ، دموکرات ها، سکولار ها، دیگیومه کمونیست های قلابی، همه من در کنار شیخ فیصل یا نتنیابو و یا اینکه کنار شیخ رزلی چون تقی مصباح نمیخواهم. دیگر من رهبران سکت های مافیایی را همه همراه نمیخواهم. اگر از چاله در افتم دیگر من چاه نمیخواهم. دیگر من رهبران احمق و گمراه نمیخواهم. من از این رهبران حقباز و شالاتان بدگونه بیزارم. خودم را در درون یک دهان افعی و تمساح نمیخواهم. نمیخواهم، نمیخواهم، نمیخواهم. اگر این میدیا و مافیای پول و قدرت لابی سرمایه بگذارد، فقط یک راه حل اجتماعی، راه حل خوب، فقط یک رأی در هر انجمن، هر حزب، هر محفل، همین یک راه، به جز این راه دیگر راه نمیخواهم. براو، براو. این اشعاری که میسرایید، اینها در ایران هم آیا برای مردم قابل دیدن هستش؟ در جای اینها پخش میشه؟ من اینا رو در iranian.com پخش میکنم. اگر دوستان مایل باشن میتونن به لینک www.iranian.com/فرهنگ پویا، من به اسم مستعار فرهنگ پویا در اونجا مقاله می نویسم، مقاله و شعر و تمام نوشته های من در اونجا هست. بسیار عالی. استقبالی که شده چگونه بوده؟ استقبال مثلا تعداد لایک یا بله. کامنت چی؟ استقبال خیلی از شعرهای من استقبال بی نظیری، مثلا همین شعر استقبال خیلی بی نظیری شده ازش. یه سری مجموعه بود که من راجع به دزدی های کلانی که در زمان احمدی نژاد شد گفتم و چنین گفت رهبر به اسفندیار که پول های دزدی در آن پس بیار. تو آن یکی احمق بیشعور به چشمان رهبر ببودی نور، ولی کن کنون چون الاغ چموش همانند یاوو به سان وحوش به این باسن من لگد میزنید، مرا گاز گیرید و حد میزنید. ادامه داره و این در من در این رو در 6 پرده به صورت نمایشنامه به سبک شعر فردوسی گفتم و در رابطه با انتخابات روحانی هم باز بسیاری از شعرهای فردوسی رو، شعرهای حماسی فردوسی رو برگردوندمش به بروزش کردم و دوست دارم که ایرانی هموطنان به ایرانی برن اونا رو حتما ببینن. آقای حسین، اگر ایران بودید به اتهام توهین به مقدسات و رهبر و نظام و اینا یک حبس طویل مدتی براتون خوشبخته. من شاید شانس این رو، خوششانسی من هستش که به هر حال اینجا هستم و به راحتی میتونم آنچه را که میخوام بیان بکنم. ولی یه شعری دیگه ای دارم راجع به سخنان ظریف، خیلی دوست دارم اون رو حتما حالا به اون میرسیم. قبل از که به سخنان ظریف بپردازیم، میخواستم یک یادی هم در این گفتگوم که الان داریم انجام میدیم بکنیم با از آقای حالو، شاعر طنز پرداز و منتقد که مثل خود شما در منتها ایشون در داخل ایران هستن. بله. دو بار زندانی شدن، اخیرا مثل که باز آزاد شدن از زندان. بله. نظرتون چیه در مورد خیلی اشعار خیلی حالو؟ اشعار بسیار جالبی است، خیلی طنزش فوق‌العاده خیلی خوب هست و ولی که خب متأسفانه یکی از مشکلاتی که جامعه ایران داره این که من سعی میکنم همیشه در اشعارم یه چیز بدم، یه راه حل بدم. فقط این کافی نیستش فقط انتقاد بکنیم. به نظر من یکی از مشکلاتی که وجود داره، من فکر میکنم هرچی خیلی میگشتم توی حرفای حالو یه راه حلم تو اینجا پیدا بکنم. البته میدونم برای دموکراسی در شکل عمومیش مبارزه میکنه، من بهش احترام میذارم، خیلی بهشون من ارادت دارم خدمت ایشون. آقای محمد رضا عالی پیام. بله. بله. ولی من سعی میکنم در شعرهای خودم یه راه حلی هم بدم. خب آقای حسینی، این در واقع یک میشه گفت یک سلاحی دیگه، مثلا فرض کنید سرودن شعر انتقادی از سیستم یک سلاحیه برای کسانی که بخوان مثلا به یک نحوی با این حکومت
مبارزه بکنن، در واقع یه نوع مقاومت در برابر حکومت. و با توجه به اینکه در ایران سرکوب خیلی شدیدی هست، میدونیم که ابراز نظر در ایران مساوی خواهد بود با زندان اگر نظری مغایر با نظر حاکم اگر اعدام نباشه. بله. بنابراین من فکر میکنم کار آقای عالی پیام خیلی ستودنیه با توجه به این جو سرکوبی که در ایران هست. من شکی ندارم در این ندارم، من خیلی بهشون احترام میذارم، خیلی ایشون رو دوست دارم و عرض کردم خدمتتون خیلی دوست داشتم که یه مقدار ما بیشتر ریشه ای تر به مسائل برخورد بکنیم. خب میدونیم که برجام تصویب شده، حالت اجرایی پیدا کرده و توافق هسته‌ای بین ایران و پنج به علاوه یک. آیا هیچ شعری در مورد برجام دارید؟ به آقای ظریف اشاره کردید، ظریف میدونیم که یکی از کسانی بود که سهم بسیار زیادی داشت در حالا قبل از اینکه به اون من بیشتر تا اونجا که مربوط به ظریف میشه در رابطه با نفی حقوق بشر در ایران، یعنی اون آزادی های اولیه انسانی، من روی اون دوست دارم اون شعری که گفتم بخونده بشه. ولیکن در تا اونجا که مربوط به برجام میشه یه شعری راجب خامنه ای گفتم در جام. جام زهر هسته ای را، یه جوری ربطم داره به اون جام، جام زهر هسته ای را نوش کن، حرف این رنجیده مردم گوش کن، رو به سان آن امام راهلت، گور بر اندیشه های باطلت، یا به سان آن رجب مسعود شو، گور خود را گم بکن مفقود شو، گفتی از آن قهرمانی نربشت، از جوانمردی یا از آن ورزشت، هم پیاز و هم کتک خوردیم ما، هم ضرر دادیم از تحریم ها، شرم کن دیکتاتوری دیگر بس است، این شعار از دل و جان هر کس است، هی به سان ابلهان هر چند گاه، سنگ سنگینی بیندازی به چاه، ای فقیه بیلیاقت کافی است، کار تو دائم فقط حرافی است، خسته من کردی تو از جنگ و جدال، زین همه پرت و پلا و قیل و قال، رو بمیر و هم ببر ار و عرت، تا که ما ریزیم خاکی بر سرت. در مورد ظریف چی دارید؟ در مورد ظریف محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، آقای ظریف جایی باش مصاحبه کرده بودن آقای چارلی روس، خاطرتون باشه مصاحبه که در آمریکا بود، مصاحبه که در آمریکا ایران کسی به خاطر عقایدش زندانی نمیشه. بله، در این درباره مصاحبه محمد جواد ظریف با چارلی روس من شعری گفتم با تحت عنوان این هم ظریف این آقای ستن حریف. دولت ما دولت دین، مذهب و آیین مبین، دولت کل شیعیان، هر چه شیعه توی جهان، زرتشتی که عقیده نیست، یهودی که عقیده نیست، مسیحی هم عقیده نیست، اینا کجا، اسلام کجا، شیعه کجا، این مذهب و ایده کجا، برای زنده موندن و بقا اینا باید دیه بدن به رهبر و بزرگ دین، اینا باید هدیه بدن، زرتشتی ها و سنی ها و صوفی ها همه باید بشن فنا، دراویش گناباد این دیگه چه اعتقادی، از اون بدتر فرقه زاله بها، یه اعتقاد بی بها، به بدترین شیوه ها اینا باید اذیت و آزار بشن، باید برن روی هوا، مشروطه سلطنتی اینم باید نابود بشه، این عقیده لعنتی، این که اصلا عقیده نیست، از اون بدتر هم کمونیست هم آتئیست، لیبرالیست ناسیونالیست، اینا همه دشمن ما و محارب و ضد خدا، اینا باید نابود بشن، یکی یکیشون سربه نیست، از اصلاح طلب پراگماتیست، اینا همه فتنگر و آشوبگرن، همه باید برن اوین با کله بخورن زمین، توی زندون از زندونبون درس بگیرن، هی پندندرز بگیرن، به حوره هدایت. و اون یکی دیگه کی بود؟ آها من این یه اسمو نشنیدم، مجید چی؟ توکلی. آها حالا یادم اومد، اون دختره بی حیا، اون پسره فکلی، دانشجو دانشگاهی، همه از رو ناآگاهی به دین و به رهبر دین بی احترامی میکنن، حرمت دین ولی امر مسلمین اصلا به جا نمیارن. یادت میاد امام چی گفت؟ به اختصار این یک کلمه قصار، دانشگاه دانشگاه باشه، اگه نباشه دانشگاه که دانشگاه نیست، باید مثل حوزه باشه. کی دیگه دانشگاه میخواد؟ راستی راستی یادت میاد به ما میگفت که همه دانشگاه ها شده محله فساد؟ به ما میگفت علوم چیه، ریاضی و فیزیک چیه،
پزشکی و مهندسی اینا همه تو قرآنه، فقط باید که کشف بشه برید طب امام صادق یاد بگیرید برای جون مریضا تو مسجد و امام زاده شب تا به صبح کنید دعا. چه غلط های زیادی اینا همه شدن مادی. این یکی علم، دیگه چیه؟ روانشناسی، سیاسی، اجتماعی و اقتصاد. راستی راستی یادت میاد امام چی گفت؟ اون امام راحل ره به ما میگفت که اقتصاد مال خره. ما همه پیرو امام تو همه زمینه ها کل و تمام. مگه امام دانشگاه رو تخته نکرد؟ اکثر دانشجوها رو روونه زندون نکرد؟ به دخترای باکره تجاوز دو پسرها رو اخته نکرد؟ فقط با یک نوک قلم 3000 نفر جوان اسیر و زندونی دانشگاهی و دانشجو رو یه جا نکشت؟ ما همه پیرو امام، آن یک امام راحلیم. ما همگی دنبال حق، علیه هرچه باطلیم. یادت میاد تو انقلاب فرنگی هم نظر هم فکر من اون فیلسوف محترم، این استاد اون سرورم جناب آقای سروش، با یک جهش با یک خروش با یک هجوم در هر دانشگاه رو بست، یکی یکی کل تموم با محرموم؟ یادت میاد همکار من محمدی تو کابینه در این مورد و این زمینه توی اوین دانشجو استادش با کله میزد به زمین؟ تو اوین قصابی میکرد، کارای حسابی میکرد؟ یادت میاد رئیس جمهور محترم تو کوی دانشگاه چی گفت؟ دقیقا 23 تیر با مسلسل و با هفت تیر به دانشگاه، به جمهوری اسلامی چه خدمت بزرگی کرد؟ ما همینه، دلت بخواد دلت نخواد، خدا یکی، قرآن یکی، عقیده و ایمان یکی. اما ببین گستاخی این خانوما به چه درجه رسیده. این زنا هم آدم شدن، روسری ها تا مغز سر رفته بالا، چه غلط ها. به ما میگن قوانین اسلامی رو باید بذاریم زیر پا. چه بی حیا پرمدعا، اینا برابری میخوان با آقایون با فقها. اینا همه امت حزب الله رو تحریک و تحریک و تهییج میکنن. گناه این اسید پاشی و فحاشی به گردن همین زناست. آخه اینم شد عقیده این حرفا و این پدیده. خلاصه این که حزب فقط حزب خدا، رهبر فقط رهبر ما. خدا به ما ولی داده، ولی امر مسلمین، ز بهترین روی زمین. هر روزه این رهبر ما از طریق مهدی موعود زمان در ارتباط با خدا پروردگار این جهان. و این که حزب ما بود حزب الله، رهبر ما روی زمین و روی خاک، پاسخگو هست به آسمون، نه این که به خس و خاشاک. جو بایدن و اوباما و اشتون و بوش یواشکی به من گفتن یواشکی و در گوش. اگر که این خس و خاشاک حرف زیادی بزنن حمله نظامی میکنیم. اگه که حمله نمیخواید پس همگی ساکت بشید، همگیتون خاموش. جالبه که خیلی تحولات مختلفی رو با هم دیگه قاطی کردین در این شعرتون، بهش اشاره کردین. یادم آقای حسینی وقتی که ظریف این صحبت‌ها رو با چارلی روز میکرد، بعدن خیلی ازش انتقاد شد، کاریکاتورهایی ازش کشیدن، شکل پینوکیو دماغ دراز، چون دروغ گفت و اینا. و منتها خب میگن ایشون دیپلماته و یک دیپلمات باید بیاد دفاع بکنه از حکومت. نه، به نظر من اینا وقیحانه است، اینا بخشی از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اصلا کسی تو اون سیستم نمیتونه باشه بخواد دفاع بکنه. یعنی حقوق بشر، آزادی انسان ها واقعا هیچ معنی و مفهومی نداره. و شما، ما دیدیم که بلافاصله بعد از اینکه روحانی به قدرت رسید، یکی از جلادای زمان رژیم خمینی که هم محمدی باشه رو آورد توی کابینش، پور محمدی که الان وزیر دادگستری، که از کسانی بود که دست داشت در اون کشتار زندانیان سیاسی در سال 67. اصلا یکی از وحشی‌ترین آدم‌کشای دوران خمینی بود. در مورد زنها شعری سرودید، میدونید روز 8 مارس روز بین‌المللی زن بود و زنها یکی از گروه هایی هستن که حکومت اسلامی به اونها بیشترین جفا رو کرده. این دیگه بر اساس گزارش هایی که سازمان های مدافع و بشر میدن و صحبت من و شما تنها نیستش. و میگویند که اگر در آینده های حسینی در ایران بخواد تحولی رخ بده، این حکومت مثلا سرنگون بشه، پرچم مبارزه در دست زنا خواهد بود، چون زنای ایرانی رو میگویند از مردها بسیار شجاعتره. واقعیت هم همینه به نظر من. من بر این باور هستم به خاطر این اجحافات شدیدی که علیه زنا میشه، زنا رو در شدید در منگنه قرار دادن و این در منگنه قرار داشتن. یکی از کارهایی که مثلا توجه بکنیم در عرض مثلا در 20 سال گذشته اینه که تعداد زنایی که به دانشگاه راه پیدا میکنن به مراتب بیشتر از مرداست. این خودش یک نمونه شه. من کاملا با شما موافقم.
من در جایی یه مقاله خوندم که 20 مورد اجحاف علیه زنان رو در قانون اساسی، یعنی رسما به رسمیت شناخته، این نهادینه کردن، نهادینه اجحاف. کردن یعنی اجحاف رو، یعنی 20 مورد هستش که در واقع در قانون اساسی اومده. بله بله. من این 20 مورد رو آوردم بیرون و به شعر طنز تبدیلش کردم و اینطور شروع میشه که اگر مردی بیا ایران و زن باش، بیا همچون زنان این وطن باش، بیا و بین که این اجحاف ها چیست، شمارم من ز یک تا نمره 20. به دستور پدر شوهر بگیری، یکی آقای بالا سر بگیری، سپس بر طبق قانون الهی بیفتی با سرت در توی چاهی، ز روی اقتصاد و روی سنت تا هم تمکین کنی و هم اطاعت، و اینکه طبق دستورات دینی به حکم او تو یک منزل گزینی، و نام تو سپس منزل بنامند، و یعنی اینکه خشت و گل بنامند. حجاب و روسری اجبار باشد، سلاحی ضد استکبار باشد. تو دانی این که مردان مسلمان ز دینداران و بیدینان ایران، همه آزاد در تعیین همسر ز اسلام و هم ادیان دیگر، ولیکن شوهر از اهل تمیز است، فقط از دین اسلام عزیز است. قوانین خداوند تعالی گذارد این که این مردان والا 4 تا زن 40 تا صیغه گیرند، کنیزانی که در ایوان اسیرند. ولیکن وا اگر یک زن خطا کرد، دو دستان خودش را در حنا کرد، اگر که حضرت آقا ببیند مجاز است خود سر و گردن بچیند، وگرنه آورند افراد شاهد ز زنها و ز مردان مجاهد، و ما دانیم این که شاهد مرد 2 تا محسوب گردد در عمل کرد. سپس با حکم و با دستور قاضی شود آغاز وقت سنگ ریزی، بریزن سنگ بر روی و سر او، بگیرن روح و جان از پیکر او، اگر رفتی حرم آنجا اسیری، طلاق از شوهرت هرگز نگیری، مگر این که طلاق از شو بیاید، ز دستورات و حکم او بیاید. اگر که بچه‌ای در کار باشد، دیگر احوال مادر زار باشد، بلی او صاحب فرزند گردد، دوباره مادرش در بند گردد. اگر خواهی که از کشور شوی دور، مجازی گر که باشد شوی دستور، چنین باشد مقام زن در اسلام، به دستورات دین و جمله احکام. و حالا گو به من گر مرد باشی، چو رستم پهلوان یک فرد باشی، توانی لحظه ایل کردن تحمل کردن احکام بنجل؟ طرفداران اسلام سعودی و تندروهای آن دین یهودی زین اشعار هرگز بل نگیرند، در آنجا خانه و محفل نگیرند، همه دانند هم بوش و اوباما نمی باشند با این مردم ما، که آنها طالبان برپا نمودند، مجاهدهای افغان را ستودند، همه آنها که گیرند دسته پول و یا آنها که دائم می خورند گول، و آن عمال پست ارتجایی و انگلهای پست اجتماعی، بدانند این که خشم و کینه زن زریشه برکند افکار موهن. براو، بسیار عالی بود، خیلی لذت بردیم، ممنونیم که در این دیدار کوتاهی که در دفتر کیهان لندن داشتیم آقای حسینی اشعار خودتون رو برای ما خوندید، برای در واقع بینندگانمون در این ایام نوروزی. امیدوارم اونها هم لذت برده باشن. فقط خواستم بهتون یک ایده بدم، اون هم از قول ولی فقیه که امسال رو ایشون اعلام کرده اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، یعنی سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، یعنی خلاصه مردم باز دوباره باید تحت فشار و اینجور چیزها باشن در این سال جدید. فکر میکنم یه دستمایه خوبی بشه برای شما که شعر تازهی در مورد ولی فقیه بسرارید. بله، اقتصاد که مال خراب باید اونجا رو ادامه بدین دیگه. من اجازه بدید من از شما واقعا تشکر بکنم، به خاطر اینکه من دعوت کردید. من واقعا روی این اشعار خیلی زحمت کشیدم و خیلی ممنون هستم از اینکه شما به من این امکان رو دادید که به هر حال این اشعار در اختیار هموطنان گرامی قرار بگیره. من در سایت های مختلف، در چند سایت البته، یکی دوتا بیشتر در iranian.com اینا رو چاپ میکنم، ولی خیلی ممنونم از اینکه واقعا شما این فرصت رو به من دادید که این نوشته ها در اختیار هموطنان عزیز قرار بگیرن. متشکرم. براتون آرزوی موفقیت. سلامت. آقای علی حسینی. خیلی ممنون.